بسم الله الرحمن الرحیم له ټولو اړخونو سره د شریعت په چوکاټ کې اړیکو غوښتنه د اسلامي امارات مشر په خپل تازه اختریز پیغام کې له هیوادونو سره د شریعت په چوکاټ کې د اړیکو غوښتنه کړې ده. په دغه اختریز پیغام کې له هیوادونو سره د اړیکو غوښتنه امنیت، اقتصادي وضعیت، د اسلامي شریعت تنفیذ، د تعلیم او تربیه، د مخدرات توکو مخنیوی، مجاهدین ته سپارښتنې او یو شمیر نور مسایل څخه یادونه سوې ده. هڅه کوو چې د یادو سویو مسایلو په هر یوه موضوع لنډ بحث د خپل قدرمل مینوه ښاغلي نثار احمد شیرزي سره وکړو. شیرزي صاحب، په خیر راسئ. له هیوادونو سره د شریعت په چوکاټ کې د اړیکو غوښتنه څنګه ارزوئ؟ لطفی صاحب، درود و احمد خدمت خودت و همکارای تخلیفی شما و ملت رئیسی افغانستان. ببینید، وقتی که طالبای رهبری طالبا در پیامیزی از دنیا تقاضای روابط میکنه و تقاضای پذیرفتن چوکات شریعت در چوکات شریعت با مردم افغانستان برخورد تقاضا میکنه، به خود یک بار بیندیشن که آیا خواستای جامعه جهانی ده و خواستای مردم افغانستان اینا هم در نزدیک به 3 سال اینا هم پذیرفتن یا نه؟ آیا امکان داره که تمام دنیا این چیزه که طالب افکارش است و طالب فرمایش میکنه دنیا باید بپذیره؟ به این شکل ناممکن است. این بر طالب هاست که به مسابه یک حکومت، به مسابه بازه کتاب های دنیا اینا رو به مسابه حکومت نمیشناسه، اما به مسابه از این که افغانستان روز جامعه جهانی است و بود، باید خواستای جهانی را اینا بپذیرن. اینا باید از حقوق بشر بپذیرن، حرمت کنن حقوق بانوان، حرمت کنن حقوق اقوام افغانستان، حرمت کنن و سهم بدن تمام مردم افغانستان در قدرت سیاسی و قانون شنا و قوانین بین المللی ده به مساوی از این کار دیگر حاکم هستن در افغانستان و مردم افغانستان هم واره این قانون شنا و این اصول بین المللی ده مراعات کرده و قبول کرده، حتی امضا کننده تعداد از قانون شنا. باید اینا تن بتن به خواستای جامعه جهانی و همگام پیش برن با جامعه جهانی به خاطر خیر و فلاح. شغل شیرزی اوسنی حکومت وای چې نړیوال زموږ په کورنی چارو کې مداخله کوي، دا هر څه زموږ کورنی مسایل دي او خپل بورته رسیدګي کو او یو په یو بیالو، اما دلته غوښتنه سوې ده د یو ښه تعامل د نړۍ سره. په څه معنی؟ شما ببینید چې دنیا هیڅ ګونه مداخله را در افغانستان نداره و مردم افغانستان هم نمیخواد که دنیا بیان در امور داخلی افغانستان مداخله کنه غیر مشروع. اما ما پیشتر گفتم مردم افغانستان از جامعه جهانی بوده، قانون شنا رو امضا کرده و وقتی که اینجا حقوق مردم نقض باشه، حقوق بانوان نقض باشه، دنیا به خاطر که مردم افغانستان از بسیار زمان روابط داره و در یک سازمان ملل یا به مسابه انسان ها همسو و همفکر بودن، اینا حمایت میکردن، مجبور هستن دنیا به خاطر مردم افغانستان آواز بلند کنه. این آواز یا تقاضایی که دنیا میکنه صدای منتشر شده افغانستان است. وقتی که زن افغانستان، دختر افغانستان، مرد زن افغانستان اینجا ناران باشه، اینمی آواز میپیچه به بیرون و مردم بیرون اینمی آواز حمایت میکنن، اینمی خواست مردم افغانستان اونا تایید میکنن و تقاضا میکنن. کدام مداخله به نظر من بودن نمیتونه و تا زمانی که اینا تن نتن به میخواسته مردم افغانستان، فکر نمی کنم که هیچ نوع تعامل مثبتی که در اون خیر و فلاح مردم افغانستان باشه دنیا نخواد. بله، شغل شیرزی اوسنی حکومت وای چی د بشر حقوقونه ندی نقصی په افغانستان کې او دغه د انجون د مکاتیب مسله د شوز د کار مسله چی ادوی نړیوال وای دا بهانه ده او د زموږ کورنۍ مسایل دي او د دې څخه انکار هم نکوو. حتما به یو ورځ یو افغان خور مکتب ته ځي، عصري زده کړې به کوي، اما دلته 3 کاله بیا پوره کیږي. سوال دلته دا دی او ملت هم د همدې څه غوښتونکي دي چې باید یو لورې لوړې زده کړې وکړي، عصري زده کړې وکړي، 3 کاله د زده کړو څخه بې برخې دي. اوس راځو دې ته، که چیرې همدا د نجونو زده کړو د بشر د حقونو نقص یو اوسنی حکومت یې ولې نه ورکوي او ولې وایي چې د بشر حقونه نه دي نقص په افغانستان کې؟ د دې تر شا څه دي؟ څه غواړي نړۍ او ولس؟ څه غواړي او اوسنی حکومت ولې زمینه نه برابروي د نجونو د زده کړو؟ البته د شپږم ټولګي څخه لطفي صاحب، به باور ما موضوع بستماندن مکاتب و مدیریت زنا یکی از برنامه های استخباراتی قدرت های بزرگ است که در تبانی با اعمال خود تلاش میکنند که از اینمی موضوع اینا استفاده سیاسی کنند و طالبا هم اینمی موضوع را ادامه میتن، موضوع بستماندن مکاتب و مسابقه عالی فشار هم بالای مردم افغانستان
هم بالای جانیان استفاده می شما ببینین اگر این اجازتی باشه که بگوین هنوز هم در افغانستان حقوق بشر نقض نشده همین که نزدیک تقریبا 3 سال شد که مکاتب دخترها بسته بس. 3 سال شد که دخترهای افغانستان از حق آموزش محروم شدن حداقل یک هفته از این جرم است یک هفته از این نقض حقوق بشر است پس چی مانه که 3 سال شما ببینین یک قشر جامعه افغانستان که زناست حق کار ندارن حق تحصیل ندارن حق رفتن به کارخانه ندارن حق زندگی آزادانه مثل سایر انسان‌ها حتی سایر زنایی که در کشورهای اسلامی زندگی میکنه با مستقل در چوکات شریعت هم چنین موضوع رو برشان شما حرمت نمیکنین وقت نمیدید بنان خودش نشان میده که اینجا نقض حقوق بشر است وقتی که غیر از وابسته به گروه طالبان دیگر کس در قدرت سیاسی نیست یا طالب باشد یا به طالب بیعت کرده باشد در قدرت است وظیفه دارد در غیر از خارج از برنامه طالب کسی در قدرت سیاسی و در دستگاه اداری و نظامی طالبان نیست خودش نشان میده که اینجا نقض حقوق بشر است سایر اقوام چی میشه نقض وقتی که فرهنگ مردم کلتور مردم عنعنه مردم رسم رواج مردم و سایر اقوام شما اجازه نمیدید مثلا نوروز بود مثلا روزهای تاریخی و امرواجایی که اقوام دیگه داره شما اجازه نمیدید حرمت نمیکنید خودش نشان دهنده از این است که اینجا نقض حقوق بشر است وقتی یک کتلی عظیمی از مردم افغانستان در نظام قبلی در نیروهای دفاعی و امنیتی بودن نظامی های قبلی اینا همشان بیکار شده شما میبینید یک مامور بیچاره که سالها کار کرده بلی. و حقوق تقاعد از اون وضع کرده شما حتی حقوق تقاعد میگین حرام از دیگه حقوق تقاعد از اون نمیتین او چی بخوره او اولاد از او خانم از او خود از او که از کس کار و بار هم مانده نمیتونه که جولیگری و برای یک غریب کاری کنه شما حقوق تقاعد از اونه که دولت وضع کرده بلش حقش رو نمیتید پس نقض حقوق بشر چی نمیگید اگر چنین لجاجت باشه که نیه در افغانستان حقوق بشر نقض نشده این فکر میکنم با این لجاجت نه افغانستان جرم میشه نه مردم افغانستان خوشنودی میشه بله دیره منانه کم رازو دیته پر بیلا بیلو مسائل و بحث کو د نړیوالو بندیزونو سره سره افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت څنګه ګڼي او امنیتي وضعیت اوسنۍ حکومت وایي د زموږ د حکومت د لاسته راوړنو څخه لاسته راوړنې دي امنیت راغلی اقتصادي پرمختګ مو کړی او لا هم د پرمختګ په حال کې دی لازمی صاحب خب چیزایی که صحبت های طالبان میکنه بسیار خنده‌آور است بسیار جالب است برای خودشون چون حکومت داری خوب ندارن حکومت داری کسایی که در حکومت داری تجربه داشته باشه با اینا نیست که مشوره بکشن شما این امنیت ما بارها گفتیم خب در زمان 20 سال جمهوریت با انتحار انفجار از طرف امینا بود آمد اینا در قدرت با وسوزو هم همیاله هم میبینیم در هر روز یک روز بعد یک انفجار در یکی از ولایت ها در کابل در مناطق مختلف انفجارات صورت میگیره هنوز هم امنیت نامده و امنیتی که در نتیجه دیکتاتوری و خشونت ده و امنیت نیست اگر چنین باشه پس در قبرستان هم امنیت گفتم میتونیم چون اونجا انسان ها مرده و اینجا اگر انسان ها به مسابقه مرده ها آواز بلند کرده نتونن این امنیت گفتن هم میتونیم شبیه همون قبرستان میمونه دوم شما ببین اگر بینا از پیشرفت اقتصادی صحبت میکنن یکی از کشورها اگر روابط داره و بنابر حراسی که از طالبا دارن اینا روابط خود برقرار کردن و کمککار از چوکات اما کمک های بشردوستانه با طالبا نامش کمک بشردوستانه به مردم مونده اما به طالبا شکل باجدهی میکنن پول میتن مواد روان میکنن این هم در اختیار طالب میرسه برای مردم بدفاع افغانستان چیزی نمیرسه چونین روابط و چونین روابطی که فقط بر بنیاد جلب کمک های بشردوستانه باشه و یا یک شکل باجگیری باشه این به در بخور مردم افغانستان هم نیست این اقتصاد به شکل اساسی و بنیادیش تغییر هم نمیده و اقتصاد افغانستان تغییر هم نکرده بل. برنامه اپراتیسی پول که 40 میلیون دلار میه از کجا میه کجا مصرف میشه این هم کسی نیست که حساب بده وقتی که مردم حق بسیار معمولی ترین حق خود را نمیتونن از طالبا پرسان کنن آیا کسی جرات داره که از طالب پرسان کنه که پول مدنیات کجا میشه پول گمرکات کجا میشه پولای کمکی که کشورها روان میکنی کجا میشه 40 میلیون دلار کجا مصرف میشه کسی نیست که از اینا پرسان کنه بنان در صحبتی که میکنه که اقتصاد به این شکل فکر نمی کنم که یک پیشرفت اقتصادی داشته بله چه کول پکار دی شغل شیرزی اوسنی حکومت ته څه باید وکړي
لطفی سر ما بارها گفتیم لجاجت و تک قومی تک حزبی نمیتونه در افغانستان برپا باشه. بله. تا زمانی که تمام مردم افغانستان در قدرت سیاسی سهیم نشن، بله، تا زمانی که بدون تعصب، بدون از اینکه به ایدئولوژی ها فکر کنیم، به افکار فکر کنیم، مردم از سهم نتین در قدرت سیاسی، ناممکن است که تغییر مثبت به این وطن بیاد. این تنها برای تاجک نیست، شما ببینید ما همیال بارها گفتیم نخبه ها رو پشتون همیال در قدرت نیست. فقط همون کسی که با طالب بیعت کرده یا طالب از خونمو هست، بالاتر از او اجازه ندارن، حتی حرف گفتن نمیتونن، حتی در یک پست معمولی در یک نایه هم نیست. کادر محل از کار دور مونده. تا زمانی که یک اتفاق نکنیم، یک حکومت قوی مردمی که متشکل از تمام اقوام و اقشار مختلف افغانستان بوده دویسته داشته باشه، فعالیت احزاب سیاسی یک رکن اساسی است به خاطر یک حکومت داری بهتر. بله. فعالیت احزاب سیاسی دوباره اجازه بدن، در حالی که اینا میگن که گرفتن نام حزب هم مال جرم. اگر چنین باشه سرنوشت افغانستان بد بدتر میشه، اما تا زمانی که چونین یک اتفاق پیدا نشد، چونین یک موقع برای همه مردم افغانستان داده نشد و از لجاجت و تکیزوی اینا تیر نشد، من فکر نمیکنم نه مردم افغانستان خوشنود می باشد و مردم افغانستان هم بالاخره یک سال، دو سال، سه سال اگر خاموش باشد، بالاخره مردم میگه به تنگ آمد، به جنگ آمد، باز مردم به تنگ میگه. وقتی که به تنگ آمد مردم، اما حرف پشتوست که در خلق و زور، در خدای زور، باز حکومت های دیدیم، حکومت های بسیار مقتدر دیگه که بودن که با همه توپ تانک جلو مردم را گرفتن نتانست، این بار هم باز چنین یک بار خارج شد، اما مردم افغانستان دیگه از جنگ خسته شده. مردم افغانستان نمیخواد که باز اولادشان شهید شه و کشته شه و زخمی شه و معیوب شه. بلان رای بهتر شمیست که تن به تن به خواستای مردم افغانستان، به خواستای جامعه جانی و عظمی لجاجت خود طالب باید بگیر. بله، معلوم خبر ده چی حکومت پرولس گیری او حکومت پدی مجبور و مکلف پدی چولست خدمات وړاندې کی شغل شیرزای شته بشوای او غست چې تاسو نک لري د اسلام مخه به باس پرې کو اوس کو ګورو امنیت یو برخه، اقتصادي پرمختګ بل برخه، زورواکی، چور، فساد، غلا تر یو حد کمول بل برخه. هغه چې کم دی یو نظام باید ولري، یو پیاوړی نظام ولري او لستری خوشاله څه کم دی او څه باید تر سره کی؟ شما ببینید که نیم قشر جامعه افغانستان زنا و دخترها از حقوق خود محروم. بله. وقتی که ما دیگه در بعد 10 سال بعد مادر باسواد نداشته باشیم، بله، افغانستان کجا؟ بله. وقتی که دخترای افغانستان همی حال به تکلیف رویی مواجه شدن، اینا همشان مریض میشن، اینا همشان از علم و پیشرفت دور میمانن، سرنوشت افغانستان کجا میره؟ این جفای بزرگ کی است که جوابگو باشه؟ آیا این کلانترین خیانت، کلانترین جفا به حق این ملت نیست؟ یک مسئله بسیار مهم، اینمی دور بودن خانم ها و دخترها از حق کار اقوام. بله. وقتی اقوام افغانستان در قدرت سیاسی نباشد، وقتی که نخبه های افغانستان در کشورهای همسایه مصروف کار شاقه باشند، در حالی که میتونه در وطن خود بسیار مؤثر، بسیار کار خوب کنند. بله. شما نخبه های افغانستان دور ساخته، سیل از مهاجرت ها رو ببینید چی شد. شما ببینید اگر امیال پاسپورت سهولت پیدا شده در پاسپورت، اکثریت هر کسی که امکان داره اگر ندارن پیدا میکنه، تلاش میکنن از این وطن برن. چرا میرن؟ به خاطر که مخالف افکار شما، به خاطر که عمل شما خوششون نمیه، به خاطر که اینجا منافع خودن رو میبینن، به خاطر که اینجا اقتصاد نیست، اینجا نان ندارن، آب ندارن، خوش از اون متخصص همون تحصیل کرده مبرد کشور همسایه اونجا کار شاخه کنه که حداقل یک نان حلال برای اولاد خود پیدا کنه. این موضوعات است که باید طالبان خودشان ببینند. اگر میگن ما امنیت آوردیم، شما بریم پیش دفترهای پاسپورت. اگر شما میگن امنیت آوردیم، یک بار شما می دفتر پاسپورت شما ویزا را سهولت بیاریم ببینید که چقدر نفوس افغانستان میده. اگر شما میگن امنیت آمده، شما ببینید نظامی ها و متخصصین افغانستان در کشورهای بیرونی چی وضعیت دارند. از اینجا قیاس کنید که شما یک حکومت داری خوب کردین یا خراب. اینجا باز اگر وجدان باز باشه، اگر اینا واقعا مسلمان ها باشن، باید خودشون سر به گریبان کنن که با آمدن ما افغانستان، افغانستان بحرانی شد. اگر شما گزارش ها رو ببینید که اینجا 23 گروه توریستی آمده، اینجا چیزی که در بیرون در مورد افغانستان گفته میشه و چیزی که در داخل جریان داره، این همش افغانستان به یک پردگاه نابودی میرسانه. عاملش کی است؟ عاملش طالب هاست. اگر واقعا اینا به افغانستان فکر کنن و این موضوع بیرن،
اما ما بازم تکرار میکنم آمد امنیت در نتیجه بله. خشونت امنیت بخته نمیشه. بله شغال شیرزای دلت بلا بیلو مسائل تی شراو سر از د افغانستان هوایی حریم ته چی بار بار د اوسنی حکومت ځینی مشرانم یادونه کړي خپل وزیر دفاع مولوی محمد یعقوب مجاهد د دې ترڅنګ نورو لوړپوړو چارواکو هم یادونه کړي ولې د افغانستان فضای اشغال دا ولې د کنټرول لپاره هڅه نه ترسره کیږي د چا د خواهش اشغال سوی او د کوم هیواد په توسط تاسو به د شاغلی مجاهد صاحب خبري اوریدلی چې ډیر نږدې هیوادونه افغانستان ته دي او د امریکا درون الوتکو ته ځای ورکړی او د افغانستان پر فضا تیریږي او یا هم د ډیر نږدې هیوادونو څخه د درون الوتکې راځي او د افغانستان فضا څاري. لطفی سبب یعنی گرد بسیار نو نیست که فضای افغانستان بله. یا به هر قابل توجه نیست که فضای افغانستان چرا اشغال است. دو سال یا اضافه از دو سال به گفته عباس سانگزایی که از 2007 اینا روابط داشتن و صحبت ها داشتن با امریکایی ها در نتیجه اون مذاکرات شان این خود جنا پذیرفته بودن با امریکا که فضای افغانستان به دست ما بله. این موضوعات است که در دوحه بین طالبا و امریکایی ها توافق شده همین بله. توافق خود طالبا کردن که باید فضا در اختیار از اونا باشد بله. و همین فضا خود طالبا بره به اختیار امریکایی ها گذاشته اگر چنین توافقات نمی بود چنین زدوبند ها بین خودشان نمی بود ختم شدن جمهوریت و فرار اشرف غنی و این همش ناممکن بود اما این توافقات بین خودشان شده اگر حال اون وقت توافق کردن و می که با اینی شرایط شما بیاین قدرت بگیرین یا این قدرت برای شما میتین نتیجه تلمسال یا سازش که امریکا با طالبات و حال اگر بیان که بگن چرا فضای ما گرفتی یقینا چون این یک حاکمیته که افتی 40 میلیون دلار اگر امریکا روان نکنه یک حاکمیت نمیشه بله. امریکایی که به خاطر نقض حقوق بشر در کشورهای مثل لیبیا و عراق اینا برای یک شبانه گرفتن حمله کردن یا 22 سال قبل در افغانستان حمله کردن هم حال نزدیک به 3 سال در افغانستان چی میگذره؟ امریکا به خاطر منافع خود به خاطر سازش و برنامه های پشت پرده که بینشان بود خاموش است. چطور امکان داره که او وقت توافق کردن و حال آواز بلند میکنه؟ این آواز بلند کردن هم من فکر میکنم یک ترفند است یک تریبکوری بیش نیست بله. اینا بین خود توافق کردن که باید فضا باشه فضا در اختیار امریکایی. اشغال د چا لخوا ده؟ د امریکا لخوا اشغال ده او د کوم هیواد په توسط؟ ببینید اشغال کی وسیله شد؟ در 22 سال قبل وقتی که امریکایی آمد عامل کی شد؟ عامل همی بود که در افغانستان چی شکل نقض حقوق بشر بود چی ظلمی بود و در نتیجه همکاری کیها با القاعده یک برنامه سازش در 11 سپتامبر در امریکا رخ داد. نام کی آمد؟ بدنامی از کجا شد؟ کی زمینه مساعد کرد؟ خب همه معاملت افغانستان دیگه میفهمند و باز هم اینمی سازش بله. اینمی اجباره که آل عریم فضایی در اختیار امریکایی است این داده در نتیجه کدام مذاکرات کدام ملاقات بله. خب ملت افغانستان میفهمد دنیا میفهمد دیگه این خب بله. امریکا ذره کی زمینه ساز شد که آمد در افغانستان و حال باز کی مورد حمایت امریکاست؟ کی مورد تایید امریکاست؟ دیره دیره من نکنم چرا امریکا بالای مردم های تکنوکرات جمهوریت همه قدر اعتماد نداره؟ درې کاله کېږي اوسنی حکومت په رسمیت نه دی پیژندل سوی د حل لاره څه کیدلی سي د همدې ستونزو اوسنی حکومت بیا هم وایم څه باید وکړي چې نړۍ یې په رسمیت وپیژني او کومې ستونزې چې افغانستان کې شته دا هوارې سي مثلا د نجونو مطلب د ښځو د کار مسله او د نړۍ سره ځینې چنین لجاجت باشه چنین برنامههای استخباراتي امریکا و شرکایش باشه و همین ترفندهای استخباراتي و سیاسي که در 3 سال روان بود باز به همین شکل باشه شما یقین کنید که طالبا به رسمیت شناختن نمیشه تا زمانی که اهداف استخباراتی امریکا به دستش نبیاد هر زمانی که اهداف استخباراتی امریکا به دست آمد بعد از او تغییر در ساختار حکومتداری افغانستان خود به خود میاد اما من فکر نمی کنم تا زمانی که این خواسته امریکا به دست بیاد تغییر بیاد و طالبا هم امی لجاجت خود ادامه میتن اینمی آش است و اینمی کاسه بدبختانه مردم افغانستان هم همش منتظر لقمه نان هستن همشان جرأت بله. گرفته و مردم افغانستان هم هدایه به خاطر سرنوشت خود آواز بلند نمیکنن و نکردن حال هم به این شکل ادامه میده طالبا به رسمیت شناخته نمیشه و طالبا تن هم نمیده به تا
خواسته مردم افغانستان و خواسته جمهوری. بله. یعنی یک جزی از توافقات دوحه و برنامه مشترک طالبان با استخبارات است. دیر دیر من کوم شغله این سر احمد شیرزی چیز مشترم تر دا وخت خبرونه کې ګډون وکړ. مننه درنو لیدونکو ستاسو څخه هم نړۍ مننه کوم دا ودرنش پی درن خبر.